با سلام و سلامتی به تک تک عزیزان. امروز فکر کنم هوا بهتره، نیست؟ ولی بازم میخوام تشکر قلبی خودم به تک تک شما عزیزان ابراز کنم، عزیزانی که یک کمی سرما تو این چند هفته اذیتتون کرده. واقعا فضای اینجا گاهن یک کمی نامطبوع بوده، ولی شما با این حال خودتون رو اینطور سپردین به کلام خدا. گاهن می دیدم که افراد می لرزن، فقط واقعا ممارست می کنن برای اینکه تا پایان جلسه بمونن. من خودم خیلی سرما اذیتم می کنه، وقتی سردمه هی خودم رو جمع می کنم، احساس می کنم تمام عضلاتم خشک شده و یه جوری چون روح و جسم به هم ربط داره، نیست؟ وقتی که سردمه اینجوری خودم عضلات فشرده و سخته، احساس میکنم یه جوری قلبم هم سخت میشه برای اینکه کلام خدا رو دریافت کنم. واقعا من خودم اینطور هستم، ولی باشه که امروز خداوند با قوت قیامش بر تک تک شما عزیزانم قرار بگیری که نه فقط دل شماها سخت نشه، عضلاتتون سخت نشه، بلکه اون دل نرم داشته باشین تا آواز صدای خدا رو بشنوین امروز. آمین. چون صدای خدا امروز به طور خاص برای تک تک ما صدای فیض، صدای رحمته که ثمره اون شفا، آزادی و شادی و آرامی رو به ارمغان میاره. آمین. باشه که امروز او پیش روی ما بخرامه و با حضورش نه فقط اینجا رو، فضا رو، بلکه قلب‌های ما رو گرم و شاد کنه، ما رو احاطه کنه با حضور مقدسش. آمین. دوشنبه شب بود که به همراه پاستور یه فیلم سینمایی رو می دیدم، با اینکه دومین بارم بود که این فیلم رو نگاه می کردم، ولی یه جوری خاص احساس می کردم که این دفعه خدا یه جوری یه پیامی رو داره به من ارسال میکنه. با اینکه اون پیامی که داشتم دریافت میکردم، بارها اینو تجربه کردم، بارها اینو چشیده بودم، ولی احساس میکردم این دفعه به طور خاص خدا میخواد این پیام رو در قلب من مهر کنه که نه فقط در موعظه اینو بگم، امیدم اینه، بلکه در عملکرد و رفتار و زندگی من دیده بشه. در صحنه‌های از فیلم میتونم بگم نمایش خیلی قدرتمندی از فیض جاری بود. فیضی رو میدیدم که این فیض چطور بر ناامیدی، چطور بر ترس، چطور بر مرگ، چطور بر افسردگی غلبه میکنه. من داشتم میدیدم خیلی هیجان زده با چشمایی که انگار اولین بار بود، انگار لنزش جابجا شده بود و من شفافتر داشتم میدیدم که این فیض از طریق یک مردی که چطور خودش روی مذبح گذاشته، چطور پر از ایثار و خودگذشتگی، از خودگذشتگی شده و این فیضو چطور داره لابلای میله های زندان تو یک فضای سرد بیره زندان داره این فیض رو آروم آروم منتقل میکنه به زنی که پیر و فرسوده و محکوم به مرگ، حبس ابد بود، و من با چشمایی که واقعا انگار اولین بار بود که انقدر زیبا داشتم تنین زیبای فیض رو میچشیدم، میشنیدم اون رایحه خوش فیض رو میبویدم، میدیدم این زن چطور داره در حالی که این طور بود داغون، ولی تو چشماش میدرخشید، چطور تر و تازه شده بود، چطور زندگی و حیات به اون منتقل شده بود. عزیزان، من به طور خاص اون شب مجذوب این رایحه خوش فیض شده بودم، این تنین خوشاهنگ فیض که زندگی و امید میبخشه، تبدیل میکنه ما انسانها رو. بعد از دیدن این فیلم در روزهای بعد سعی کردم توی کتاب مقدس دنبال یه متنی بگردم، دنبال یک داستانی بگردم که این دریافت اندک خودم رو یه جوری گسترشش بدم، یه جوری بیشترش کنم، که نه فقط بیشترش کنم بلکه بتونم این قابلیت داشته باشم، بتونم اینو منتقلش کنم.
وقتی که توی کتاب مقدس میگشتم، البته میدونم میدونستم که ممکنه داستانهای خیلی متفاوتی باشه با اون چیزی که من دیدم، فقط من دنبال اون تشعشع، اون انعکاس فیض، اون عطر خوشبوی فیض بودم. مهم نبود کدوم داستان، فقط اونو میخواستم بچشم. و دوباره به انجیل پرفیض لوقا برخوردم. عزیزان، دیدم لوقا چطور سعی داره با نقل مثل‌ها، با نقل داستان‌ها، یه نمایشگر قدرتمند از کاملیت، از زیبایی، یک زیبایی یک انسان ایدئال و پر از فیض مثل عیسی مسیح باشه، چطور داره به تصویر میکشه با داستان‌ها و مثل‌ها کاملیت زیبایی خود فیضو که عیسی مسیح خداونده، که یه مقدارش رو وقتی میخونیم و من میخوندم شبیه اون مردی بود که تو اون فیلم دیده بودم. عزیزان، قبل از اینکه وارد ماجرا بشیم، خوبه یه مقدار از کتاب لوقا دوباره، چون میدونم خیلی لذت بردین دفعه پیش و همینطور این دفعه، از یک زاویه دیگه، از طریق مثل‌های اون براتون تعریف کنم. مثل‌هایی که لوقا به تصویر کشته در انجیل بی همتاش خیلی زیباست، میتونم بگم خیلی عالیه و شاید و امکان داره مسیحیانی که در غرب زندگی میکنن برخورد چندان محبت آمیزی با این مثلها نداشته باشن. شاید گاهن فکر میکنن این مثلها و داستانها مال کانون شادیه، مال بچه هاست، در حالی که تاکید لوقا بر این مثلها و داستانها خطاب به افراد بالغه، خطاب افرادی که سن و سالی ازشون گذشته. تازه برعکس، وقتی این برعکس این چیزی که شاید غربی ها فکر میکنن، وقتی داستان ها و مثل های عیسی رو میخونیم، عزیزان پی میبریم عیسی مسیح بیشتر اون بیانیه های عمیق و پرمحتوای الهیاتش رو در قالب زیبای مثل‌ها و داستان‌ها خیلی زیبا به تصویر کشیده. این مثل‌های ساده به طور خاص میتونم بگم حقایقی از جنبه‌های متفاوت پادشاهی خدا، عزیزان، پادشاهی خدا و خصوصیت منحصر به فرد این پادشاهی خدا که فیض و رحمت خیلی زیبا در مثل‌ها آشکار میکنه. و باید بگم ما ایرانی ها که در اون ایرانی، که وقتی میگم ایرانی، افغان زبان های عزیزم ایرانی هستن، همه از یک خطه هستیم، خیلی عزیزان، خیلی زیاد قادر هستیم که کشف کنیم زیبایی هایی که در این مثل هاست. چرا که نه فقط به خاطر اینکه ما در مشرق زمین زندگی کردیم، بلکه عزیزان ما از دیرباز، از گذشتگانمون با ضرب المثل ها خیلی آشنا هستیم. درسته؟ شاید نسل ما زیاد آشنایی نداشته باشم، ولی من یادمه بچه که بودم بیشترین ضرب المثل ها رو هم مادر بزرگم میشنیدم. الان دقیق یادم نمیاد خودم چی میگفتم، راستش خیلی سعی کردم یه کلماتی رو بنویسم که یه جوری به زور جور بشه، فقط کلمات او یادمه. نمیدونم مثلا میرفتم بهش یه وعده وعیدی میدادم، یه هایی میگفتش که بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد، یه هایی من میگفتم کمبوزه و نمیدونم یه دختر بچه کوچولو، اینا چه ربطی به هم داره. مثلا یه نفر یه اتهامی به من میزد، دست خواهرمو میگرفتم میبردم که مثلا خودم رو تبرئه کنم. مادر بزرگم میگفت به روباهه میگن شاهدت کیه؟ میگه دنبم. یادتونه؟ همینطورم وقتی از عیسی میپرسن همسایه من کیست، او وارد یک بحث الهیاتی و فلسفی نمیشه، فوری پاسخ عیسی به سادگی یک مسئله سامری نیکوه. درسته؟ وقتی میگن چه کسی تو پادشاهی خدا از همه بزرگتری، شروع نمیکنه 4 ساعت صحبت کردن، بلکه یه طفل رو طلب میکنه، یه بچه رو صدا میکنه، اون رو بالا میگیره، میگه تا مثل این بچه خرد و کوچیک نشین، وارد ملکوت نمیشین. افراد شروع میکنن به چالش در روح و جانشون
به چالش در اومدن. چرا عزیزان اینقدر لوقا تاکید خاص روی مثل‌های عیسی داره، به طور خاص انجیل لوقا؟ چون عزیزان اون فهمیده تصویری که در برابر دیدگان ما تولید میشه از طریق این داستان‌ها و مثل‌ها، یه جوری ما رو به تفکر، یه جوری ما رو به نتیجه‌گیری‌های شخصی وامی داره. مثلا برخی از مثل‌هایی که عیسی میذاره یه جوری انگار عمدن نیمه کاره رهاش میکنه. مثلا در مثل پسر گم شده یا پسران گم شده، پسر بزرگ وقتی وارد آستانه در میشه، بالاخره تو آخر نمیفهمی این عزیز جان وارد خونه شد یا همونجا خشکش زد، درسته؟ همجور چرا؟ واقعا چرا عیسی عمدن این مسئله ها رو نصف کاره ول میکنه؟ چون میخواد شنوندگان ما رو در شرایطی قرار بده که قوه این تخیل ما رو که خدا خلق کرده یه جوری تحریک کنه، یه جوری به ما الهام ببخشه، یه جوری به ما انگیزه بده. آمین؟ اما چرا عزیزان دارم این همه مقدمه چینی میکنم؟ چون میخوام بگم نه تنها مثل‌های عیسی، اول که میخوام خیلی اشتیاقتون رو بیشتر کنم برای خوندن این انجیل بی همتا، همینطور میخوام بگم نه فقط مثل‌های عیسی مثل یک الماس گرانبها از زاویه‌های گوناگون میشه اونو نگاه کرد، بلکه عزیزان، بلکه ضرب المثل‌ها و مثل‌های عیسی مسیح مثل یک مسلسل میمونه که تیرهای خودشو همطور بی محابا به اطراف پرتاب میکنه. برای هر شخصی که گوش میده یک پیام خاصی داره، برای هر شنونده بیدار و هوشیار یک پیام خاصی داره. برای همین اگه امروز موشکافانه گوش ندی، اگه با تمرکز گوش ندی، اگه اجازه بدی سرما روی تو غلبه کنه، اون نکات ظریف و پیام‌های عالیشو خیلی راحت از دست میدی. موافقین با من؟ الان حاضرین؟ الان حاضرین با هم توسط انجیل لوقا، توسط خود لوقا یک سفری بکنیم به جاهای دور و دراز؟ آمین. با هم میخوایم یه سفری خودمونو شروع کنیم به یه زمانی، به سمت مکانی عزیزان که یکی از پر رمز و رازترین اسرارهای پادشاهی خدا و خصوصیت عالی این پادشاهی خدا که فیضه، در زبان تصویری بسیار زیبا و شیوا میخواد امروز به سمع ما برسونه، امروز میخواد به ما منتقل کنه. براتون آیاتی از کلام خدا قرائت میکنم در انجیل لوقا باب 14 از آیه 15 تا 24. چون یکی از مهمانان که با عیسی هم سفره بود این را شنید، گفت خوشا به حال آن که در ضیافت پادشاهی خدا نان خورد. عیسی در پاسخ گفت شخصی ضیافتی بزرگ ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد. چون وقت شام فرا رسید خادمش را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید بیایید که همه چیز آماده است. ناقوس زیبای انجیل عیسی مسیح. اما آنها هر یک عذری آوردن. یکی گفت مزرعه‌ای خریدم که باید بروم آن را ببینم، تمنا این که معذورم بداری. دیگری گفت 5 گاو خریدم و همکنون در راه هم تا آنها را بیازمایم، تمنا این که معذورم بداری. سومی نیز گفت تازه زن گرفتم و از این رو نمیتوانم بیایم. پس خادم بازگشت و سرور خود را آگاه ساخت. میزبان خشمگین شد و به خادم دستور داد به کوچه و بازار شهر بشتابید، فقیران، معلولان، کوران، لنگان را بیاورید. خادم گفت سرور من دستورت را انجام دادم اما هنوز جا هست. پس آقایش گفت به جاده ها و کوره راهای بیرون شهر برو، با اصرار مردم را به ضیافت من بیاور تا خانه ام پر شود. به شما میگویم، به شما میگویم که هیچ یک از دعوت شدگان شام مرا نخواهند چشید.
ماها بود که یک مرد عالی مقام تدارک شاهانه‌ای دیده بود عزیزان و انتظار داشت. ماها بود که انتظار داشت این واقعه ضیافت شاهانه مهمترین از واقعه اون دهکده و اون سال باشه. هیچ کار انجام شده‌ای باقی نمانده بود، تمام شده بود عزیزان، تمام شده بود، هر آنچه که باید انجام می‌شد. همه چیز به آرامی می‌گذشت عزیزان، تو اون روزا همه چیز به آرامی می‌گذشت، تا اینکه یه روز خادمین یک خبر وحشتناک رو به گوش این میزبان رسوندن. میزبان وقتی خبر رو شنید مات و مبهوت، پر از خشم و پر از درد به جا موند، ولی به زودی خودش رو جمع و جور کرد و خادمین خودش رو، غلامان خودش رو با دستور تازه‌ای جهت دعوت کردن مهمانان جدید به شهر فرستاد. عزیزان، ما ایرانی ها، افغان زبان های عزیز، ایران و افغان با هم، هر جا که میگم ایرانی ها توش افغان ها هم هست، افغان ها و یهودیان نقطه خیلی مشترک و بارزی داریم. این نقطه چیه؟ غذا خوردن. وقتی کلام رو میخونی تقریبا در هر صحنه از کتاب مقدس ما با یهودیانی برخورد میکنیم که به نوعی مشغول غذا خوردنن، و آخرین صحنه کتاب مقدس هم بزرگترین مهمانی دورانها که شام عروسی بره است برگزار شده. امیدوارم یه میز برای خودتون رزرو کرده باشین، جا نمونده باشین. آمین. خوراک، باید بگم انقدر بین یهودیان و ایرانی ها مهمه که گفته شده عزیزان هر جا که دو یا سه ایرانی با هم جمع شن اونجا عیسی هست، هر جا که دو یا سه ایرانی با هم جمع شن اونجا بساط منقل کباب برپا است، دیگ آشرشته برپا است، قابلی پلو برپا است. هر جا دو یا سه یهودی با هم جمع شن اونجا چیه؟ اونجا حتما یه آشپزخونه‌ای برقراره عزیزان. عزیزان میخوام یه خبر خیلی خوش بدم بهتون و عزیزان خوشخوراکی مثل خودم، عاشق غذا خوردنم، غذاهای خیلی عالی. ما در آسمان به غذا خوردن ادامه خواهیم داد. آمین. چون غذا خوردن یه تجربه خیلی لذت بخشه عزیزان. اونجا بدون اینکه نگران وزنمون باشیم، نمیدونم آی وزنم الان یه گرم رفت بالا، حسابی غذا میخوریم. اونجا طعم غذاهایی رو میچشیم عزیزان، طعم غذاهایی رو تجربه میکنیم که تو عمرمون تجربه نکردیم. چرا؟ چون حس چشایی ما به خاطر اون بدن رستاخیز یافته ما یه طور عالی خواهد بود، یه طور منحصر به فردی خواهد بود. آمین. باور میکنیم ما غذا میخوریم، نه تنها پرستش میکنیم، نه تنها رقص و پایکوبی میکنیم، بلکه غذاهای خوشمزه حسابی میخوریم. نه برای اینکه رشد کنیم، تقویت بشیم، استخونامون نمیدونم پوستمون اینطور، ما احتیاج به این چیزا نداریم، صرفا غذا میخوریم چون لذت بخشه. آمین. وقتی که تو کلیسا گاهن غذا و قراره، یادمه من یه موقع وقت نداشتم برم بشم، فقط زیباترین صحنه ها از پادشاهی خدا جلوی چشام بود که افراد میشستن دور میز با عشق و لذت غذاهای خوشمزه ایرانی و افغانی با هم میخوردن. خیلی زیباست نیست؟ آمین که یه بار دیگه برگزار شه. و درست میبینیم عزیزان این واقعی لوقا باب 14 کی بوده؟ در شنبه شب هنگام صرف غذا، و در موقع قضا بحث‌های زیادی در می‌گیره. نمی‌دونم فروتنی، آیا در سبت باید شفا داد، یا اینکه چطور بی‌بضاعت‌ها رو دعوت کنیم برای شام، برای قضا خوردن. یهو یک دفعه یک شخص این وسط بلند میشه که تصور می‌کنه چون فرزند ابراهیمه، چون
از نژاد ابراهیمه، چون خیلی عدالت‌های شخصی داره، حتما خیلی نماز و روزه و صدقه میداده، خیلی کارا میکرده، میتونه حتما در شام خداوند، در طعام مقدس او شرکت کنه. و در آیه 15 میگه خوشا به حال آن که در پادشاهی خدا نان خورد. و عیسی با یک مثل یک زنگ خطری رو چکار میکنه؟ به صدا در میاره. و او داستان نجیب زاده ای رو میگه که مهمانی او، مهمانی با شکوه، نه به سبک غربی ها، ببخشین اگه غربی ها گوش میدن، کارتوفل یا یکم سوسیس، بلکه که نصف شکممون گوش نمیمونه، بلکه به سبک یک شخص مشرق زمین، دست و دلبازانه، پر از میز غذاهای عالی چینده شده. آمین. و طبق رسوم اون موقع عزیزان، وقتی دعوتنامه رو میخواستن افراد رو دعوت کنن، مدت ها قبل اول یه دعوتنامه میفرستادن، بعد روز ضیافت دعوت دوم، قبل از اینکه تمام یعنی میز و همه چی که آماده میشد، دوباره جارچیا، غلام ها میرن تو شهر، دوباره میگن بیایید، خبر بیایید. البته اونجا این زنگه نیست ها، منتها این پنجشنبه چون بعضی از خواهر رو یکم چرت میزدن، من گفتم یکم از این استفاده کنم. باور کنید این زنگی که ما تو خواهران داریم، اینقدر که این کارایی داره، کلام خدا کارایی نداره. یعنی وقتی این زنگ به صدا در میاد، باید خودتون ببینید. برای همین خیلی امروز کمکم میکنه به یه بهونه‌هایی. بیایید، زیرا الحال همه چیز آماده است. منتو روی میز چینده شده، قابلی پلو، شیشلیک، جوجه کباب، قرمه سبزی خوشعطر روی میز چینده شده. عزیزان آیه اعتماد به نفس خواهرها. اما همه یک رأی چیکار کردن؟ عذرخواهی کردن. اولی چی گفت؟ مزرعه ای خریدم، ببخشین قربون شکل ماهه، به جهت ارزیابی باید برم. عزیزا این گفته کاملا بی‌معنی بوده. هیچ کس در اون زمان قبل از اینکه ارزیابی کنه زمین رو نمیخره. در اون موقع وقتی میخواستی زمین یا مزرعه رو بخری، یه کار خیلی طولانی و پیچیده بود. ابراهیم رو میبینیم وقتی میره یه زمین رو میخره، روزها، قارها و چاهای اطراف اون مزرعه و زمین رو بررسی میکنه، ارزیابی میکنه آیا ارزش داره اون زمین رو بخره یا نه. متوجه هستیم؟ بعد تو شب چجوری میخواست بره زمین رو ارزیابی کنه؟ پس متوجه میشین که بهونه‌ای که این شخص آورده یک دروغ محض بوده. و چنین دروغی، چنین بهانه‌ای عزیزان، یک اهانت بزرگ به این میزبان عالی مقام محسوب میشد. دومین نفر میگه پنج جو گاو خریدم، دوباره باید برم اونا رو بیازمایم. معمولا یک جفت گاو میخرن برای یه مزرعه کوچیک، دو جفت گاو میخرن برای یه مزرعه بزرگ، پنج جفت میخواد چیکارش کنه؟ بعد چطور تو تاریکی میخواسته بره حرکات گاف ها رو نگاه کنه؟ دوما تا صبح میتونسته صبر کنه، درسته؟ پس عذر و بهانه او هم یک توهین بزرگ به میزبان محسوب میشد. اما سومی میگه زنی گرفتم نمیتونم بیام. خیلی راحت، ظاهرا خیلی معقولانه است، تفلک زن گرفته نیست؟ ولی بیشتر باعث خنده است عزیزان، باعث شماتته نیست؟ تو اون زمان، اون زمینه مذهبی و تاریخی اون زمان، اصلا زن بیچاره عددی به حساب نمی آمد که یه شخصی به اسم زنش مثلا بیاد بگه چی؟ برم مهمونی رو از دست بدم. و تازه اگه اینقدر خلوچل بود که همچی کاری میکرد، تمام افراد دهکده همچی دنبالش را میافتادن. زن زلیل بیچاره، درسته یا نه؟ پر از شماتت بود. تازه سومن
این از همه خنده دارتر بود. اصلا تو اون زمان ازدواج با مهمانی با این پرشکویی توی هفته و توی یه ماه برگزار نمیشد. معمولا تو اون زمان برای یک ماه یه دونه واقعی خیلی مهم دیگه کافی بود. ثقل سرد میگرفته بودن افراد، نمیتونستن. درسته؟ مثل الان نبود که قربونش برم از این کنسرت به نمیدونم این کلیسا کلیسا به این مهمونی. الان فقط فکر کنین که خشم میزبان چطور بوده. آیا میتونین خشم میزبان رو درک کنین عزیزان؟ از یک ارباب مشرق زمین انتظار میره که چیکار کنه؟ با خشم مهمانی رو به هم بزنه. اگر چه پر از درد بوده، پر از خشم بوده، اما برخلاف انتظار با عملی غیر منتظرانه، با عجیبترین عزیزان مأموریت که تمام شنوندگان خودشو اینجوری غافلگیر میکنه، به تشنج میبره، برای سومین بار جارچیا و غلامان خودشو میفرسته زنگو به صدا در بیارین، به بازارها و کوچه های شهر بشتابید، حتی به راهها و مرزها بیرون رفته فقیران، شلان، کوران را به اینجا بیارین، چون میخوام خونه من پر شه. زیرا به شما میگویم هیچ یک از آنانی که دعوت شدن هرگز شام مرا نخواهند چشید. عزیزان اگه واقف باشیم به زمینه مذهبی اون موقع، واقعا الان بیشتر از میزبان میتونین یهودی ها رو درک کنین که چطور فکر میکنم این ستون فقراتشون به لرزه در اومده بود، چون طبق اعتقاداتی که یهودیان داشتن از دیرباز این یاد گرفته بودن نسل به نسل، تمام افرادی که نقصی دارن مشتی موجودات عجیب غریب هچلهف هستن و ممنوعه که حتی به خدا قربانی بدن، چه برسه که به مهمونی ها دعوت بشن. عزیزان ممنوع بود یه همچه افرادی به مهمانی افراد عالی مقام دعوت بشن. اونها از نظر یهودیان نامطلوب بودن عزیزان، مطرود بودن، از نظر خدا و جامعه اونها ناپاک بودن، به خصوص عزیزان در معاشرت‌های اجتماعی. چرا ارباب این کارو کرد؟ فکر می‌کنین چرا ارباب این کارو کرد؟ این ارباب هیچ دینی به این افراد کج و موج نداشت، ولی تو اون لحظه عزیزان باز هم انگار موجی از فیض قلب این مردو به جای اون خشم و درد در بر میگیره. عملی که این مرد میکنه صرفاً فقط و فقط برخواسته از فیض و رحمتش بوده. این دعوت او نه فقط زنگ، بلکه میتونم بگم ناقوسی رو به صدا در میاره که مثل یه انقلابی بزرگی از فیض بوده که داره جلوی دیدگانه یهودیان به تصویر کشیده میشه در نظام طبقاتی مذهبی اون موقع. عزیزان در قانون ضد فیضی که در اون زمان حاکم بود، موافق هستین؟ برای اینکه یکم فیض رو بشناسیم اول باید به ماهیت قانون ضد فیض یکمی نگاه کنیم. عزیزان وقتی به قانونه به ماهیت قانون ضد فیض موشکافانه با دقت نگاه میکنیم، همیشه عزیزان در همه اعصار در همه دورانها حتی با شرمندگی در کلیسا در خانواده ها شکافهایی رو ایجاد میکنه، فاصله ایجاد میکنه بین این انسان ها. و این شکاف ها نه فقط در سطح طبقات اجتماعی، نه فقط در سطح نژاد های بشری بوده، بلکه در بین نزدیکترین رابطه ها مثل رابطه یک زن و شوهر خیلی آروم قانون ضد فیض میتونه رسوخ کنه. و اگه به حال خودش رها بشه عمیق و عمیق‌تر دهان باز میکنه و شکاف بیشتر ایجاد میکنه عزیزان. و تنها راه علاج بستن این شکاف اینه که یک پلی ایجاد کنیم که این پل لرزان اسمش فیضه عزیزان، فیضی که به یک تناب فقط آویزونه
و این تناب صلیب پرشکوه عیسی مسیح خداونده که بیشتر از هر چیزی که از او جاریه فیض جاریه. چرا عزیزان؟ چون فیض، چون محبت عیسی مسیح قدرتمنده، تبدیل کننده است. وقتی شخصی که خود شخص وقتی فیض رو دریافت میکنه عزیزان، موجی از ایثار، موجی از خودگذشتگی مثل اون مرد تو فیلم اول در قلب خودش جاری میشه، بعد به دیگران رسوخ میکنه. عیسی مسیح خداوند تنها کسیه که فیض میبخشه عزیزان. با فیض اوست که میتونیم شکاف ها رو نه فقط بذاریم عمیق‌تر بشه بلکه ببندیم. فیض عیسی مسیح خداوند نه فقط مثل یک پل عزیزان، بلکه مثل اون آب زنده جاری، شفاف و سیر کننده و راضی کننده برای هر انسانیه. عزیزان اگه من شخصاً گاهن روزی با زندگیم، با رفتارم این رودخونه زلال فیض رو آلوده کردم، اگه این رودخانه زلال فیض رو با رفتار و شخصیتم آلوده کردم، میخوام به تو بگم خواهر و برادرم، مایوس نشو، جا نزن، تو به اون رودخونه اصلی وصل شو، برو جلو، انقدر دنبال کن تا به مرکز اصلیش برسی، تا اون آب خالص فیض رو بنوشی، ملودی خوش آهنگش رو یاد بگیری، رایحه خوشش رو ببویی، تا خودت منادی فیض بشی. آمین. نه فقط در کلیسا بلکه در دنیا، در دنیای بیرحم ضد فیض. تک تک ما میتونیم منادیان فیض بشیم، ولی اگه اینو دریافت نکنیم چطور میتونیم جاری کنیم در کلیسا و در دنیا؟ خدا منو هزاران بار ببخشه که اگه من خودم که بودم، گاهن نه حتما بودم، عاملی بودم که بارها آب زلال فیض رو آلوده کردم و باعث شدم که قابل خوردن نباشه. اگه امروز عزیزان دارم اینجا سعی میکنم، تقلا میکنم با نیلبک کوچیکم که موعظه است، این نوت زیبای فیض رو به گوش شماها برسونم و این نوت به گوش شماها دلخراشه، گوشخراشه و موزون و زیبا نیست، اگه با شخصیت و رفتار من منافات داره عزیزان، فقط میخوام بهتون بگم تقصیر ماهیت ناب فیض نیست. من هنوز قابلیت انتقالشو ندارم، من هنوز دارم یاد میگیرم. آمین. من قابلیت نواختن این ملودی خوش رو ندارم. حالا میخوایم تعریف فیضو با همدیگه یاد بگیریم. امیدوارم به زبان خیلی ساده باشه. آیا تا حالا شده هدایای غیر منتظره دریافت کنی؟ هدایایی که در زمان و مکانش نبوده اصلاً. اصلا خودتونو مستحق نمیدونستین. امروز مثلا من به طور خاص مورد فیض دوتا عزیز قرار گرفتم. بارها البته قرار گرفتم. جایی که هدیه گرفتین، جایی که محبت شدین که اصلا انتظارشو نداشتین، استحقاقشو نداشتین. من خودم بارها و بارها اینو تجربه کردم، ولی یک بار برام خیلی مهیج و شیرین بود. زمانی بود تقریبا 9 سال پیش که مدتی بود قرض داشتم، هر ماه پول اندکی میپرداختم که قرضم به امید این که یه کمی کم شه، ولی هر دفعه میرفتم تو بانک نگاه میکردم میبینم بهره اومده روش، انگار جم نخورده. من که شاید به جرئت میتونم بگم خیلی از قرض متنفرم و اولین بار به طور ناخواسته این قرض توی زندگی من اومده بود، درد میکشیدم و هی میگفتم ای خدا کی این حساب من پاک میشه. یک روز خیلی زیبا برای من، یک نامه و یک کارت بسیار زیبا، توش به زبان آلمانی نوشته بود نسرین عزیزم، تمامی قرض تو رو پرداخت کردم، و پایینش نوشته بود اوپای تو. پیرمردی نورانی و عزیز که تو جنوب آلمان باش دوست شده بودم،
باش آشنا شده بودم. او حتی به جشن عروسی من و آلبرت هم اومده بود، جشن عروسی که خیلی باشکوه بود. اصلا به نظر نمی آمد که ما زندگیمون خوب پول احتیاج داشته باشیم. حتی اون میتونست بگه مرد بالا سرشه، چرا من باید قرضشو بدم؟ فقط هیچ وقت عزیزان، هیچ وقت تو زندگیم اون شادی آسمانی غیر وصف و واقعا تجربه نکردم. روزها راه میرفتم گفتم آه خداوند، تو قرضهای بسیار گناههای منو که بی نهایت بود بخشیدی با خون پرفیضت، و اوپای عزیز من قرضهای مالی منو که مثل یک کوهی روی شونه های من سنگینی میکرد بخشید. چقدر شیرین و دلپذیره این فیض عیسی مسیح، آمین، که از طریق خودش و از طریق انسانها توی زندگی ما نفوذ میکنه. و اگه بخوام تعریف ملموستری از فیض و ارائه بدم، عشق میان عاشق و معشوق که میتونم بگم عزیزان نزدیکترین تجربه ناب و خالصه. در این نوع عشق عزیزان صرفاً خوبی ها و نکات مثبت فقط دیده میشه. در این رابطه شخص احساس میکنه در دنیا شایسته ترین، زیباترین و عالی ترین شریک زندگیه. یه کسی هست که به من فکر میکنه، یه کسی هست که اگه همه دنیا به ضد من باشن و پاشنه پاشونو برای من بلند کنن، این شخص پشتیبانی میکنه، منو میپوشونه. یه شخصی تو این دنیا هست که اگه هزاری هم خرابکاری کنم برم بهش بگم منو ببخش، بدون جهر و بس، بدون اینکه هزار تا دلیل و برهان بیاره، منو میبخشه. منو با تمام مریخی بودنم، با تمام عجیب و غریب بودنم، با تمام هچلهف بودنم میبخشه. اولین بار که این تجربه منحصر به فرد عاشقانه رو کردم سر سجاده نماز بود، وقتی در اون توبه، در اون اشکای شادی بخش، در اون نیمه های شب با عیسی مسیح آشنا شدم. عزیزان با خدایی آشنا شدم که بخشنده مهربان بود، نه فقط سلوهی کتاب های درسیمون به نام خداوند و بخشنده و مهربان. من سر سجاده نماز این بخشندگی و مهربانی او رو با تمام وجودم میچشیدم. خدایی که در خشمین شدن آرام و پرفیض بود، خدایی رو میچشیدم که در وفاداری نامحدود بود. من یکی از اون موجودات عجیب غریب بودم عزیزان که در کوره راه‌های پشت در خونه مذاهب گیر کرده بودم، وانهاده شده بودم، زنی زودرنج، به شدت اسیر خشم و کینه و نبخشیدن. احساس میکنم حلقه های ضد فیض دور من همینجور چرخیده شده، پر از کینه، پر از نبخشیدم، پر از ترس و نگرانی. فقط پر از ماسک بودم، ظاهرم خیلی عالی نشون میدادم، فقط درونم پر از تعفن بود. عزیزان زنجیرهای دور من پیچیده شده بود که حتی من جون نفس کشیدن رو نداشتم. از اون روز مخصوص که محض فیض و رحمت اون نجیب زاده آسمانی در اون مهمانی پر فیض نجات دعوت شدم، و تا به امروز هر دفعه دوباره خرابکاری میکنم، از شاهراه مقدس فیض دور میشم، دوباره و دوباره با اون فیض تبدیل کنندش منو ملاقات میکنه، وفادارانه به من نزدیک میشه و دوباره منو احیا میکنه، دوباره منو جلو میبره. به جرأت میتونم بگم اگه اینجا استادم، هر گونه شفا، هر گونه نیکویی، هر گونه بخشش، هر گونه روزنه‌ای چیز خوبی در من باشه، اگه حتی لیاقت دارم اینجا بیستم که خودمو نمیبینم، فقط و فقط عزیزان محض فیض خداوند من عیسی مسیح بوده. یادم رفت بگم همون اول یکی از برادرای عزیز به من گوشزد کرده بود و من گفته بودم که این اول پیام عنوانی که پیامو بگم،
ضیافتی از فیض و رحمت. اسم این عنوان این پیامه. عزیزانم، خیلی وقتا ما دعوت عیسی رو بارها و بارها با عذر و بهونه‌های پوچ به تعویق میندازیم، چون درک نمی کنیم که عیسی نمی خواد که ما رو از چیزهای خوب زندگی محروم کنه. او نمی خواد گاوها رو از ما بگیره، زنها رو از ما بگیره، خونه و مزرعه و زمین رو از ما بگیره. او نمی خواد عیش و نوش تو رو، تفریح تو رو، دنیای تو رو از تو بگیره. خدا هرگز از تو چیزهای خوب رو نمیگیره مگر اینکه بخواد چیزهای عالی تر به تو برگردونه. خدا عزیز ما رو به اردوگاه کار اجباری دعوت نمیکنه، بلکه خدا ما رو به ضیافتی از فیض و رحمت دعوت میکنه، چیزی که ما رو تبدیل میکنه با آن کسی که خداوند ما عیسی مسیح روی صلیب براش بهای سنگین و پربها پرداخت کرد. آمین. تنها و تنها ماهیت راستین فیضینه که تو با دستای خالی و روحی توبه کار و فروتن این فیض رو دریافت کنی. آمین. ها عزیزان، هیچ انسانی نمیتونه خودشو نجات بده، زیرا اسم دیگه زیر این آسمون به هیچ شخصی به جز اسم عیسی مسیح داده نشده که به واسطه اون نجات و فیض توی زندگیش جاری بشه. هیچ انسانی یارای اینو نداره که با اعمال خودش، عزیزان، خودشو نجات بده، اما میتونه، اما خیلی قدرت داره عزیزان که خودشو از نجات محروم کنه. در این دقایق آخر میخوام اشاره کوتاهی بکنم و اعتراف میکنم که هرگز نمیتونم در این دقایق آخر حق مطلب رو بگم، که تنها پیام این دعوت پرفیض که در قالب یه مثل زیبا در انجیل لوقا نوشته شده در ضیافت فیض و رحمت نجات نیست عزیزان، بلکه دعوت به ضیافت پرفیض عروسی بره خداست. یعنی زمانی که عیسی با کلیسای محبوبش، اون دعوت شدگانی که دعوت رو پذیرفتن و سر سفره اون ولی نعمت ماندن و دائم خانه نعمت او از سفره پربرکت او خوردن و روشیدن تا قوت بیابن، غلبه بیابن و تمام این چیزهایی که در این دنیا میخواد اونا رو پایین بکشه، تا در نهایت در پیوند و اتحادی ابدی با عیسی مسیح خداوند قرار بگیرن. مکاشفه باب 19 آیه 6 تا 8 میگه شنیدم، عاشق این آیات هستم، چون آواز جمعی کثیر، چون آواز آبهای بسیار. شنیدم آوازی چون آواز رد و برق‌های شدید که میگفتن هللویا. چرا میگفتن هللویا؟ زیرا خداوند ما این قادر متعال سلطنت میکنه تا همه چیز رو موافق رأی خودش در بیاره، تا در نهایت ما رو به اون نکای بره برسونه. شادی و وجد نمایید، او را تمجید کنید، زیرا که نکای بره رسیده و عروس خود داره خودشو حاضر میکنه، عروس داره خود رو حاضر میکنه. عزیزان این آیهی که براتون خوندم نقطه اوج تاریخ بشریته که داوری شریر و شرارت و جشن عروسی بره با کلیسای وفادار و امینشه. میخوام بگم عزیزان، هیچ کس از ضیافت عروسی بره در نمیمونه مگر آنکه از ضیافت آمدن به اون ضیافت اول و بر سر سفره این ولی نعمت موندن امتناع کنه. نه فقط دعوت بپذیره، بلکه سر این سفره بخور و بیاشامه. آمین.
که یه بار راجب این خوردن و آشامیدن سر میز صحبت کردم، اشاره به کلام خداست، مشارکت با روح القدس، در جمع مقدسین بودن. دوباره میگم هیچ کس از ضیافت عروسی بره خدا نمیخواد که محروم بمونه، مگر اونایی که از اومدن از دعوت اول، ضیافت اول و بر سر سفره خدا ماندن امتناع میکنن. زیرا به شما میگویم هیچ کس از آنانی که دعوت شدن شام مرا نخواهند چشید. چون نه فقط دعوت رو رد کردن، بلکه اونایی هم که دعوت کردن سر این سفره نموندن. عزیزان، هیچ انسانی نمیتونه اهل آسمان باشه مگر اینکه چیزهای دیگر رو در اولویت زندگی خودش قرار بده و فرصت نان خوردن با آن نجیب زاده عالی مقام رو هر روز داشته باشه. عزیزان، عیسی مسیح هرگز ما رو طرد نمی کنه و نکرده. این ما هستیم که به بهانه های پوچ دعوت و خواندگی خود رو از دست میدیم. عیسی مسیح میگه هر کی که به جانب من بیاد هرگز او رو بیرون نمی کنم. هر کی که به جانب من بیاد هرگز گرسنه و تشنه نخواهد ماند، بلکه از خوان نعمت من خواهد نوشید و خواهد خورد تا ضیافت نهایی اون بره خدا. آمین. امیدوارم که صدای آواز این نجیب زاده آسمانی رو امروز شنیده باشید که اون نه فقط دعوت میکنه برای نجات، بلکه شما رو دعوت میکنه به اون عروسی پرشکوه بره خدا. یه چند لحظه چشمامونو ببندیم. شکرت ای خدای عالی، ای یگانه بی همتا، ای در گرانبها، که امروزم به وسیله این کلام الکن من، این کلامی که ایمان دارم نتونست اون فیض عالی و بی همتا رو خداوند به تصویر بکشه، فقط خداوند باز هم به خاطر فیض و رحمتت اشتیاق وافر خودتو به تک تک ما دوباره اعلام کردی که دلت میخواد تک تک ما در اون ضیافت پرفیض تو وارد شیم و در اون ماندن و هم سفره شدن با تو قوت بیابیم که تا جشن عروسی بره ادامه بدیم. ای خدای عالی، دعا میکنم که در نام پرقدرت عیسی مسیح روح القدس تو همین الان تردد کنه. اگه تا الان خداوند به صورت یک داستانی دیدیم حقیقت محض فیض ناب و خالص تو رو از طریق این موعظه نفهمیدیم، امروز روح قدوس تو حرکت کنه تا امروز هیچ کس، خداوند هیچ فردی غافل از فیض عظیم تو این سالون رو ترک نکنه. فیضی که امروز میتونه ما رو در اون سرگردونی ها، مهمونای عزیزی که هستن در اون مذاهب دروغین، خداوند ما رو آزاد کنه، اون کوری های روحانی ما رو شفا بده، لنزای تاریک و دود گرفته ما رو شفاف کنه تا این فیض عالی رو در عیسی مسیح ببینیم. ای خدای عالی، امروز تو قادری به ما کمک کنی. کسایی که در ترس هستن، در گناه دارن دست و پا میزنن، ولی دارن سعی میکنن میخوان در این مسیر تقدیس شمردگی تا فیض تو، تا فیض عظیم تو که اون پیوند با بره خداست پیش برن. امروز دعا میکنم این فیض عظیم تو که قادر امروز خداوند ما رو هدایت و رهبری کنه، برای پاهای ما راه‌های صاف بسازه تا وارد این شاهراه مقدس پرفیض بشیم و همینطور چشمای روحانی ما باز بشه که این فیضه
تموم نشدنی، این فیض پایان نشدنی، این فیضی که مثل یک نور شفا بخش، مثل یک پرتوی گرم و بخش، نه فقط در این دنیا بلکه در آسمان هم قادر بر روح و جان ما بتابه، تا اون نجاتی که به دست آوردیم حتی در آسمان به کاملیت خودش هدایت کنه. ای خدای عالی، قلبهای ما رو رمز کن تا فیض تو رو امروز بچشیم، تا سرود و حمد تو رو بنوازیم به خاطر این فیض بیکران تو، که از اون ضیافتی که پر از فیض و رحمت در نجات قادر ما رو بپوشونه تا ضیافت عالی بره خدا ما رو ادامه بده و برسونه به اون سفره پرفیض. خدایا تو رو شکر میکنیم که فیض تو، فقط فیض تو قادره که ما رو از هر لغزش، از هر جهالت حفظ کنه، که خودمون رو زیر چتر این فیض بیاریم، چون این فیض عظیم تو در هر ضعفی قدرت داره ما رو امداد کنه تا یک کدوم از ما این وسط جا نمونیم، چون که در نام قدوس عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای خداوند بگه آمین. الان میخوام سر پا بیستیم و این پرستش عالی، این فیض بی همتا رو، این فیض بی کران رو با قلب هامونه که در حضور او تکون میدیم برای او بنوازیم و بخونیم، مثل یک دعا، مثل یک پرستش، مثل یک شکرگزاری.